فرکانس جدید رادیو تلویزیون میهن، ساتلایت اکسپرس AM6، ترانسپاندر A04، فریکونسی 12594 مگاهرتز، پولاریزیشن ورتیکال، سیمبل ریت 27500، FEC 2/3. با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبهانی هستم. در این روز عرضم به حضور شما که سه شنبه، امروز واقعا روز عجیب و غریبی است و دوم ماه ژانویه است، دومین روز سال جدید است و امروز 12 دی ماه است. نظام نکبت همینجوری داره اعدام میکنه، یکی یکی جوونا رو میکشه از تو زندان ها بیرون، میبره به انفرادی، بعد با توجه به اینکه زیر شکنجه ازشون اعتراف گرفته، یعنی انقدر زدش که خرگوشه بگه من خرسم یا خرسه بگه من خرگوشم، بر اساس اعترافات جعلی و دروغی جان مردم رو میگیره. ما این رو فقط تو قصه های اساطیری میدیدیم، مثلا اون چیزی که شاهنامه برای ما به جا گذاشته. یه روزگاری یه پادشاهی بوده به نام ضحاک و این ضحاک که با شیطان رابطه داشته، دوتا مار رو شونه هاش بیرون میان و این دکترها تجویز میکنن که بایستی که به این مارها مغز جوان از مغز جوانان استفاده کنی، به اینا مغز جوانان بدی تا اینکه اینها بتونن به تو آزار نرسونن و زندگی کنن. و ما اینو به عنوان یه قصه فکر میکردیم، ولی فکر نمیکردیم که واقعا چنین چیزی وجود داشته باشه. ولی امروز با چشامون داریم میبینیم که چگونه نزدیک نیم قرن است که ضحاکان بر ایران حکومت میکنن، بر جای جای ایران حکومت میکنن و ما اینجا در دیار فرنگ در کمال آسایش و آرامش نشستیم و به جای اینکه فکر کنیم که راه نجات چیست، چگونه میشه از این مخمصه بیرون اومد، چطوری ممکنه 80 میلیون آدم اسیر چند هزار آدم باشن، حتما باید راهی وجود داشته باشه. ولی به جای اینکه فکر کنیم و به دنبال راه حل باشیم، مرتب بشینیم بنویسیم که بله این 57 ها بودن، مصدق بود که انقلاب کرد، نمیدونم چپی ها بودن، خودتو علاف کردی، گذشتت سر کار، سر یه امری که گذشته غیر قابل تغییره، کمک به امروزت نمیکنه. باید بشینی راه نجات امروزتو پیدا بکنی با دعوا، با اینکه تو خری، تو گاوی، تو چپی، تو راستی، تو مصدقی هستی، تو نمیدونم 57 هستی، چه کمکی کردی؟ این که مبارزه اسمش نیستش که، این که خودتو مسخره کردی، دائما پای تلفنت، نمیدونم فیسبوک، توییترت، اینستاگرام نشستی مزخرف، نمیدونی مزخرفات از کجا اومده، اصلا منبعش کجاست، آیا آبی که داری برمیداری سالمه،
یا بالادست خر توش ششیده. واقعا متاسفم. یعنی وقتی که سال نو میشه، من که توی این فرهنگ نزدیک نیم قرن دارم زندگی میکنم، از سال 1976 تا الان میبینم فرنگی ها برای سال نو که میشه میشینن برای خودشون تصمیم میگیرن، برنامه میریزن که چطوری بهتر بشم، چیکار کنم که بهتر بشم. به خودش قول میده، با خودش عهد میبنده. ولی یادش بخیر علی حاتمی، اون سینماگر شهید ما، ملت خواب زده، ملت نشه، ملت خواب آلود، ملت گیج، واقعا افسوس داره، واقعا افسوس داره. و من دارم از پا میفتم، نفسهای آخر دارم میکشم، توان اداره رو ندارم، نمیتونم این اداره کنم. تا اینجا اومدم، از اینجا به بعد دیگه سخت شده راه، چون میبینم هیچ همراهی ندارم، خودم این گاری رو باید یه نفره به دوش بکشم. همه رفتن بازیگوشی، تو دام اهریمن اسیرن، خودشونو مسخره کردن. اسمشو گوشتن ما فعالیم، فعالیت میکنیم. خاک تو سر من که شاهد چنین شرایطی هستم. واقعا متاسفم. با تبریک سال نو برای ما دست از عزیزانی که بیدارن و تلاش دارن میکنن که جامعه به خواب زده رو بیدار کنن. با این آرزو بریم خدمت آقای سلیمی نازنین. عرض ادب و احترام کنیم، سلام کنیم و سپاسگزار باشیم ازش به خاطر همه کوششاش، حضورش، فعالیتاش که در کارنامه درخشانش موج میزنه. و خودش، همسر دانشمندش که شبانه روز فعالیت میکنن، من شهادت میدم، سپاسگزار باشیم به خاطر همراهیش در طی این سالها با ما در تلویزیون میهن. از طرف خودم، شما خوبان و علاقمندان، سلام بلند بالا داشته باشم به این یار نازنین. آقا سلام میکنم به شما و سال نو رو بهت تبریک میگم، به خودت، به همسرت، به فرزندانت و همه دوستان و همراهانت. من هم به شما سلام دارم آقای بهوانی عزیز، درود و سلام دارم به شنوندگان و بینندگان ارجمند برنامه‌های خوب پرزحمت ولی با چشم‌انداز میهن تیوی. میدونیم، همه ما میبینیم که شما به هر حال به شکل فردی یک بار یک کوهی از بار و مسئولیت رو چه در تلویزیون چه در سایت این رسانه میهن رو سال هاست که بر دوش گرفتیم. من فکر میکنم که با شروع، با آغاز سال نو، من هم به شما، به بینندگان خوب، مخاطبان و برحال شنوندگان برنامه های میهن تیوی و برنامه های اقتصادی خود من که فکر میکنم که الان هفتمین سال هست که در خدمت این رسانه معتبر هستم، با نهایت صمیمیت برای اونها آرزوی سالی خوب میکنم و آرزو میکنم که این سال هم
بتونیم با همه رنجها، فشارها که شما در آغاز با شروع کردی چند کلامی رو از سویدای جان شما، وجود شما گفتید، با همه این مشقات راهی پیدا بشه که بتونیم بر این ضحاک زمان پیروز بشیم و سال خوبی برای ایرانیان، شهروندان ما در هر کجای، در اول در ایران و بعد در سراسر دنیا آرزو می کنم. سال 2024 بیگمان سالی خواهد بود که مردم ایران، مردم آگاه ایران که این رنج ها رو دیدند، کشیدند، حتما راهی باز خواهند کرد. همون گونه که در سالهای پیش هم ما گام های بزرگی بود در راستای آزادی زندگی بهتر برداشتیم. به هر حال سرکوب هیچ ملتی نمیتونه، واقعا همین تاریخ اروپا هم همینطوره، هیچ ملتی نمیتونه. قول خواجه نصیر طوسی میگفت که اقبال تیز نپاید، اقبال خیزان افتان باید. من فکر میکنم که البته در مورد ما اگر هم بهش برسیم اقبال تیزی نیست، ولی به هر حال این اقبال خیزان افتان ما قطعا بایسته و شایسته مردمی هست که در این راستا کار کردن. من برای جناب عالی هم صبر بیشتر، هم خلاقیت و کوششی که در شما، واقعا من میدونم سالیان طولانی است که در وجود شما دیدم، امیدوارم که این کار مشترک، تلاش مشترک همه ما بتونه امسال به نتایج بهتری برسه. امیدوارم، واقعا امیدوارم. من باور دارم به تغییر، یه باور نداشتم که اینجا حضور نداشتم. این همین باورمه که مطمئنم که تحول در پیش است، دائما انجام میشه. ولی اینکه ما میشنویم و میبینیم که یه دل خودشونو واقعا سر کار گذاشتن و آب در هاون میکوبن و به جای اینکه دست در دست هم بذاریم بیاندیشیم که چگونه از این مخمصه بیرون بیایم، دائما لافکونه ها رو در میاریم و هی توی اون میجوریم. گفتم که توی فرنگ وقتی که به این ایام میرسن، مردم با خودشون میشینن فکر میکنن و برنامه ریزی میکنه. یکی از سنت های معلوف هم اینه که پیشبینی میکنیم یا آقا با توجه به شرایط، امکانات، موضوعات، واقعا آینده رو چجوری میشه دید. و از شما میپرسم که با توجه به تجربیات که شما داری، کارهایی که کردی تو زمینه اقتصاد، در دو دانشگاه معتبر درس خوندی، از دو دانشگاه معتبر فارغ التحصیل شدی، کار کردی، میگه هر 4 سال کار برابر با یک لیسانس محسوب میشه تجربه کار، و شما سال هاست که داری کار میکنی. میخوام ببینم که چی میبینی، پیشبینی چیه تو زمینه اقتصاد برای آینده. خوشحال میشم بشنوم، شاید قدری آرامم کنه. به یقین آقای بهبانی عزیز، اون چی که پارسال گذشت و اون چی که امروز، یعنی در آغاز سال، امروز دوم ژانویه است، ما داریم به تمام این حوادثی که در سال پیش گذشته، بودجه‌ای که در آذر ماه اومده و الان 12 دی هست، بودجه‌ای که آینه ای باید باشه برای اینکه بازتاب بده اون چی رو که در زندگی مردم ما به لحاظ اقتصادی، خزانه، جیب، محاسبه ای که برای کشور کردند، و اینکه ریز و بم اون رو تا جایی که عقل اینها میرسید، که به جایی باورم نمیرسه عقل اینها، اینها رو اومدن در اون بودجه نوشتند. اما فراتر از بودجه،
چون بودجه یک چیز نوشتاری هست که به هر حال اینها در حالا چند صد صفحه کلیاتش رو، جزئیاتش رو، خطوطش رو تعیین میکنن. اما اون چیزی که برای کار بودجه و بعد از اینکه همه اونها رو به مردم گزارش دادند، باید یه خطوطی رو همون گونه که جناب علی گفتید، من که به هر حال 50 سال که با علم اقتصاد واقعا در ارتباطم، نظریه ها و نگره های گوناگون اقتصادی رو مال دانشمندان مختلف رو، مال مکتب های فکری گوناگون رو خواب دیدیم، ولی ما به کلیات من فکر میکنم امروز مردم ایران از به هر حال کارشناسان خودشون، افراد آگاه و خبره خودشون انتظار دارن که از اون چی که امروز به درد مردم هست، به اوضاع کنونی مشخص ایران هست بتونن حرف بزنن، از کلیات و حرفای قلم بسلم بپرهیز بکنن و واقعا چشمنداز رو اون گونه ای که میشه و به طور قابل فهم، قابل درک هست، حداقل آدم بتونه با شنوندگان خودشون و مخاطبان خودشون در میان بذاره. مکتب های فکری لیبرالیزم و نهادگرایی و اقتصاد دولتی و کنزرواتیزم اشکال گوناگون و اینها رو ما کار نداریم. ما حتی به سکولاریزم و لایسیته و نمیدونم تمام این واژگانی که در عرصه سیاست میگند و اینا رو باید بگذاریم. در اون هشداری که شما در آغاز دادی، اون حالا اون واژگانی که به شکل فحاشی گفته میشه رو بگذاریم. مثلا حرفایی رو که به درد ملت ما نمیخوره باید اینا رو گذاشت کنار، به اونجایی رسید که امروز واقعا بشه 4 کلمه آدم مستقیم بگه که آقا اینها چی دارن میکنند، این رئیسی، این خاندوزی، این فرزین، این اون به اصطلاح فتاح، تمام اینا، این دوستها، اینهایی که با میلیاردها پول و اینا رو جابجا میکنن، در آن واحد چه فکری امروز دارن، چه توطئه‌ای امروز دارن، دوباره چگونه میخوام خاک به چشم این 85-90 میلیون مردم بریزن، چون اینا کاری که برای ملت نمی کنن. باید اینا رو گفت که اینا الان در فکر چه توطئه‌ای هستند. میخوام به اینجا برسم که ما پیشبینی اگر در یک کشوری مثل آلمان، سوئد یا کشورهای غربی دیگر یا کشورهای شرقی که الان در حال پیشرفتن، ویتنام، اونجا وقتی آدم یک آدمی که اونجا داره کار میکنه به اقتصاد نگاه میکنه، میگه خب این کشور، این دولت 4 سال هست یا بیشتر کمتر، این چه برنامه ای رو برای مردم خودش در پیش داره؟ ما برای اینکه چشمنداز و پیشبینی ها رو بخوایم بهش برسیم، آقای بهبانی، باید به این برسیم که این دزدان و جنایتکاران و این شیادان چه نقشه ای برای خالی کردن جیب مردم دارن و چطور میخواند امسالی رو که ما به این اوج بیشتر بحران و فروپاشی رسیدیم، از این در واقع دره‌ای که اینا جلوی پیش روی خودشون دارن، امسال رو چطور میتونن، همین سالی که الان شروع کردیم رو، با چه ترفند و شیادی و شگردی میخوام پشت سر بذارن. پیشبینی در ایران برای این نیست که بگیم چه مفرهایی رو اینا برای مردم باز میکنن، چه چاره گشایی هایی خواهند کرد. این معنا نداره. اصلا این چاره ای اینا نمیخوان برای مردم، برای درد مردم، رنج مردم، بحرانهای اقتصادی، ابر چالش های گوناگون، هیچ راهی پیدا نمیخوان بکنن. پیشبینی ما اینه که دست اینها رو بخونیم و بگیم که اینها با این اوضاعی که امروز به وجود آوردن، بحران در بحران در بحران، چگونه میخواند از این بحران ها بگذرن. به عنوان مثال اینها چطور میخواند وضعیت خالی خزانه رو که ما داریم میبینیم، وضعیت بازنشستگانی که الان دارن خودشون صحبت میکنن، میگن که هم بازنشسته رو اینا باید تأمین بکنن، هم کارمند رو، چون صندوق های بازنشستگی در واقع پولی رو در درون خودش داشته داره که بخواد بازنشستگان رو تأمین بکنه. ما در صندوق ها پولی نداریم.
یا اینکه این وقتی که نمیتونه حقوق بازنشستگان رو بده با چه شرایطی میخواد حقوق کارمندان خودش رو بده؟ چگونه این میخواد با این وضعیت بحرانی که همین امروز اعلام کردن که عراق امروز صحبتش رو کرد، نخست وزیر عراق اعلام کرد که ما اجازه نداریم این میلیاردها رو برگردونیم به ایران. یعنی در واقع تصمیم گرفت دولت عراق که پول ایران رو، پول فروش گاز و صادرات ایران رو نمیتونه بده. این تصمیم قطعی است، دارن اینو اعلام کردن به دولت ایران. وقتی که اینا ندارند چگونه میخواند ثبات ارضی در ایران ایجاد کنند؟ چگونه میتونند وضعیت شرایط ارقام و صادرات و واردات بودجه که تراز کشور، تراز تجاری کشور اینقدر منفی است، جلوی این رو بگیرن؟ چطور میتونن جلوی کسری بودجه رو بگیرن؟ چطور میتونن این وضعیت ایران، شرایط عمرانی کشور که این همه پل و رودخانه و سیلاب هایی که اومده، جاده هایی که خرابه، فقط رقم کشتار در خیابان ها در جاده های کشور دو برابر کشته شدگان غزه است. اینا به دو غلط میگن برابر با کشته شدگان در غزه است. دو برابر اون در جاده های ما در همین 9 ماه سال کشته شدند. چگونه میخوان اینها با چه وضعیت عمرانی میخوان این همه دانش آموزی که امروز مدرسه ندارند، کلاس ندارند، نیمکت ندارند، اینها را به سر درس ببرند؟ چطور این وضعیت اقتصادی میتونه حداقل 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 ممکن از این شرایط فروپاشی اینا یک کمی بخوان به فرض فاصله بگیرن؟ هیچ راهی نیست. پیشبینی ها و اینها خودشون هم این پیشبینی ها رو که کردند، مسئولان اینها، آقای بهبانی عزیز، مسئولان اینها به غایت ناامیدند. من یک اشاره بکنم، اون دورانی که صدام حسین در جنگ علیه دولت امریکا مدام داشتن اینا اطرافیانش فرار میکردند و بعد یه سری نوارهایی رو از قبل پر کرده بودن توی تلویزیون عراق میذاشتند، طرف وزیر خارجه اونها میومد حرفایی رو که 3 ماه پیش ما شاهد بودیم 3 ماه پیش پر کرده بود رو که اصلا به اوضاع زمان اینها نمیخورد. حرفای 3 ماه پیش در حالی که اون خودش فراری بود، اون طارق عزیز بود، کی بود؟ اونها رفته بودن. یا این به اصطلاح به قول معروف کسانی که به جای صدام دوبل اینها بودند میومدن حرف میزدند، حرفایی میزدند که صدام حسین شاید مثلا صحبتهای شبیه اونو 6 ماه پیش 3 ماه پیش پر کرده بودند. در ایران اینطور شده، اوضاعی رو که اینها تو صحبت میکنن، راههایی رو که میگن، البته اینا هستن هنوز، ولی یکی بعد از دیگری دقیقا حرفایی رو میزنه که هیچ ربطی به شرایط کنونی کشور ما نداره، و یکی بعد از دیگری مثل همونهایی که ماموران قذافی و صدام حسین بودند واقعا دارن به طور واقعی استعفای خودشون رو اعلام میکنن. و چه حراسی در این مسئولان اینها شما میبینید وقتی که صحبتهای اینها رو میشنوید که دارن اعتراف میکنند به اون چیزی که فاجعه ای که جلوی روی اینهاست، از سید لیلاز گرفته تا سید سردار سید محمد که میخواست رئیس جمهور اینا بشه، که امروز میگم راجب روسها چی گفته که رسما میگه روسها دارن خیانت میکنن به ایران. همون سردار سید محمد که 3 سال پیش صحبت میکردیم که رئیس فرمانده خاتم الانبیا بوده، یا مسئولین اینها، وزرای اینها، مسئولین که نمیدونم وزیر جهاد اینها، وزیر، وقتی که شما اعتراف های اینها رو میشنوید میبینید که ارتباط اینها با ارقام و آمار و واقعیت های تلخ غته. فقط اینها در حال یک حراس بزرگ، در یک نوع عقب نشینی، و این اعتراف هایی که چند بار الان عرض کردم یکی بعد از دیگری دارن نشون میدن که چقدر اوضاع فروپاشیده است. من فکر میکنم که
مثلا صحبت هایی که اسحاق جهانگیری میکنه یا دیگران اعتراف هایی که کردند، خب نشاندنده اینه که هیچ گونه مفری برای اوضاع سال 2024 و یا سال خورشیدی ما که 3 ماه دیگر، 2 ماه و نیم دیگر هست، مفری دیگه برای اینا وجود نداره. چشمندازی، حداقل هیچ چشمندازی برای اوضاع اقتصادی کشور جز فروپاشی نمیشه دید. آقای بهبهانی، من امشب یک مجموعه ای رو آماده کردم، امیدوارم که به هر حال در شروع سال بخشی از این مجموعه رو بتونم گزارش بکنم تا ببینیم که از چه چیزی به طور ریز داریم صحبت میکنیم. بله واقعا همینه. من یه ویدیو اگه اجازه بدین قبل از اینکه شما شروع کنی، این نخست وزیر عراقه، اجازه میدین اینو پخش کنم؟ پخش کنم. بله اینو بشنویم با هم دیگه، بعد راجع به شرف بزن. بقول بصراحه، ایران بنستورد الغاز من ايران. ايران عندها مشكله بالكهرباء والغاز، وهي على مستوى القيادات العليا في البلد تواجه اشكاليه في 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 تجهيز العراق بالغاز. اولا هم يجهزون غاز وفلوسهم ما يستلموها، ما يستلموها، وصل للرقم 11 مليار يورو. اي نحن مدينون لايران؟ اي يعني احنا لا ما مديونين، احنا مسددين كحكومه، لكن وين نسدد؟ بالحساب مالهم اللي موجود في التي بي اي. لكن هذا الحساب بسبب العقوبات ما يقدر يحول للخزينه الايرانيه، فهم يعني عن مشكله حتى يجهزونا بالغاز، مو عايشين على هذا الغاز المستورد، بالعكس هم بحكم العلاقه وتعرف. فكرهم كافيه، ميجي كي ما غاز از ايران ميخريم، ولی الان مشکل داریم، 11 میلیارد یورو بهشون بدهکاری، میگه اشتباه نکرده باشم. و بعد میگه البته ما بدهکار نیستیم، ما این پولا رو پرداخت میکنیم به بانک کارگزار، ولی چون ایران تحریم است نمیتونه پولش رو از کارگزار بگیره، بنابراین ما مشکل پیدا کردیم. اینو چجوری آیا من درست فهمیدم؟ و اگه درست فهمیدم چجوری میشه تعریفش کرد حالا؟ بله ببینید آقای مهربانی، همین صحبتی که در اینجا داره نخست وزیر عراق میکنه، از اون طرفش همین صحبتی که امروز من عرض کردم، دارن تصمیم فشار آمریکا که از 3 ماه پیش به عراق گفته بود که شما اجازه ندارید به دلار به اینها پول بدید، یعنی ما گاز رو فروختیم، اینایی که اینقدر میگفتن که ما با میخواییم با یوان و نمیدونم روبل و اینها با دیگر کشورها تجارت بکنیم، اینایی که به اصطلاح افه میومدن که ما دلار رو قبول نداریم، اون دلار رو بریده، اجازه نمیده کسی به اینا دلار بده. الان یه دعوای بزرگی بین وزرای دولت هست که هر کسی از فرزین از بانک مرکزی جهاد سازندگی میخواد، سمت وزیر وزارت صنعت و معدن و اینها دلار میخواد برای خودروها، یکی میخواد برای نهادهای دامی، یکی دیگه میگه اتوبوس وارد کنیم چون وزیر شهرسازی و اینها چون اتوبوسای ما خرابه. هر کسی میره به فرزین میگه، وزیر رئیس بانک مرکزی میگه ما دلار میخواییم، دلار ندارند اینا. ارز یورو و دلار که بارها گفتم بخش بزرگی از بیش از 90% تجارت دنیا با دلار و یوروست، اینها رو اجازه نمیدن که اینها ارز دلار بگیرن، حتی چیرم به اینها دلار نمیده. این دلارها یا یورو هم همینطوره، مشکلات خودش رو داره که چون ارز وابسته به دلاره. وقتی که آمریکا ممنوع کرده و امروز هم یک بار دیگر دولت عراق رو زیر فشار گذاشته، اینها نمیتونن این دلارها رو بگیرن بیان پمپ بکنند. از همین شما میبینید شوک ارزی به یقین به دنبال این تصمیمی که اینا گرفتن آغاز شوک ارزیه. ما الان 6 ماه منتظر شوک ارزیم. اینو ممکنه باز به ما بیان بگن آقا شما دارید از چی حرف میزنید؟ اقتصادتون علمتون به درد ما نمیخوره.
این مردم ما بارها دیدن که دلار 3500 تومانی 5 سال پیش 4 سال پیش الان شده 50000 تومان 51000 تومان و میخواست 3.5 4000 تومان بود میخواست بشه 14000 تومان در عرض یک ماه شد 14000 تومان یعنی شک خورد بهش مثل اون شکی که قلب رو میخوره و بیمار رو بیبره دلار اینطور میره بالا الان خودشون میان میگن که میشه دولتی هاست امشب من یه گزارشی آماده کردم که الان اشاره میکنم سه مقام بزرگ دولت یک مقام نظامی یک مدیر ارشد بزرگ و یک اقتصاددان وابسته به اینها الان چند روز دارن میگن که دلار میشه 100 یا 150000 تومان آقای بهبهانی اینو ما نمیگیم شنوندگان ارجمند اینو فردی که از افراد نظامی بالاست سردار محمد زاده میگه بعد اقتصاددان دیگری رو انداختن جلو اون اقتصاددان اینو میگه میگه که ما جلو اینو گرفتیم آقای بهبهانی که دلار بشه 100000 تا 150000 تومان و دولت رئیسی جلو اینو گرفته داره میگه یعنی خودشون بد نوشتن میگن به مردم میگن که ما به مرگ گرفتیم که به تب راضی بشند تفسیر خودشونه و میگن که تا کنون آقای رئیسی تونست 20 برابر یعنی یک کارگر در آلمان 20 برابر کرده بود الان 3 سال از روحانی گذشته میگه که اگر ما راه روحانی رو میرفتیم دلار الان 100000 و 150000 تومان بود درن میگن میخواد بشه آره دیگه 100000 و 150000 تومان دقیقاً درن اینو میگه اون سردار محمد زاده که صحبت کرد در یک جایی پریروز داره آماده میکنه مردم رو و ببینید اینها وقتی چرا اینو میگن چون میدونند که دلار رو آمریکا جلو اینا رو گرفته این شش ماهی که به اینا امکان داده بود این شش ماه آقای بهبهانی من یک نکته رو باید بعد از 2.5 سال از دولت بایدن اینجا به عنوان یک فرد اهل اقتصاد اعلام بکنم در 2 سال بایدن مفر تحریمی اینها رو باز نکرد اما ما اخطار اینا داده بودیم در ماهای امسال یعنی سال 2023 یک حادثه بزرگ اتفاق افتاد همون 2 ماهی که بعد از اون پیش از این که رئیسی بیاد مجمع 78 مجمع عمومی سازمان ملل که ما در بن جمع شده بودیم ما اون موقع هشدار اینا دادیم که دارند در واقع نفت رو آزادتر میکنن نفت به 1,300,000 400,000 بشکه در روز الان گفتم یک روزهایی در سال رو اینها 2,500,000 بشکه فروختند اینها در واقع با اون سیاست دوگانه از یه طرف نشان میدادن دارن تنش زدایی میکنند از یه طرف داشتن تنش آفرینی میکردند من 3-4 بار در مورد پارادوکس سیاست دولت ایران هشدار دادم گفتم که اینها در واقع این تنش زدایی اینها یک شوه و این تنش زدایی اینها به خاطر اینکه بتونن پولهایی رو بگیرند و بعد دوباره از زیر برند با این پولها اون جنایت های خودشون رو ادامه بدن بعد معلوم شد اینها چه در زیر سر داشتند اون وقتی که از یه طرف خودشون رو اون گونه نشون دادن که جز نائب رئیس نواب رئیس سازمان ملل شدند در بین چیز آسیایی پنجمین جز 5 کشور آسیایی بودن چهره صلح طلبانه خودشون رو یک دوره کوتاهی نشون دادند و بایدن در این زمینه ضربه بزرگی دولت بایدن زد به اون چه که تا مدت ها مقاومت کرده بودند کشورهای اروپایی دوگانه بودند ولی مقاومت کرده بودند خود آمریکا مدت ها این تحریم ها رو نگه داشته بود ولی سال 2023 6 ماهش رو اینها صحبتون 6 میلیارد دلاری نبود که منجمد شده اینها میلیارد ها دلار به یک رقمی به یک قلم
به هر حال مشخصی، اینها بیش از 42 میلیارد دلار نفت فروختند. آقای مهبانی نفت فروختند این سال 2023. این فرجه هایی که بایدن به اینها داد، یک فاجعه اتفاق افتاد. ما الان دیگه مشخصه داریم اینا را اعلام میکنیم به این گونه، و به این ترتیب اینها این پول ها رو از طریق مجاری تحریمی بخشش رو گرفتند. بیشتر روشن خواهد شد که این دلارها رو اینا از چه کشورهایی، بخشی رو از دولت عراق گرفتند که بعد آمریکا متوجه شد که عراق در واقع به اینها دلار پمپ کرده. مثلا اون 6 میلیارد کره جنوبی نیست، مثلا فروش نفتی که اینها در واقع در بازارهای دنیا انجام دادن. مثلا رابطه اینها با چین بود که یک دوره این رو آزاد کرد. امروز دیگه روشن شده که ما چون اینا رو دنبال میکردیم، ولی یقین این امروز مشخص شده که اینا تونستن بخشی از این پولها رو بگیرن. فشار آمریکا به عراق اینه که الان که نخست وزیر عراق هم میگه 11 میلیارد یورو رو ما به اینها نتونستیم بدیم، و اینها الان در واقع مثل اینه که به رایگان دارن به ما گاز میدن، چون پول اونجا الان انبار شده. این به یقین دولت رئیسی دنبال این 11 میلیارده که به یه طریق اینه وارد بکنه. اما فشارها هم از اون طرف بیشتر شده، به ویژه مسئله دخالت این ها. هنوزم نمیفهمم واقعا. دیروزم تصادفاً رو برنامه‌ای که با آقای اصلانی داشتید، این نازنین چند بار گفت من اقتصاددان نیستم، تو این زمینه هم نمیتونم حرفی بزنم، اما اون چیزی که معلوم معینه اینا پول دارن، برای اینکه هم با چین معامله میکنن، هم با روسا معامله میکنن، هم این ور میفروشن، هم اون ور. یکی از چیزهای عجیب و غریب اینه که در داخل کشور، من خبر موثق دارم که دوستی برای من داشت تعریف میکرد که به حرفاش اعتماد دارم، چون میشناسمش، میدونم که از اون آدم هاست که مغزش دوربین عکاسیه، یعنی همه رو فوتوگراف میکنه. مثلا اگه با شما بیاد توی مغازه‌ای، فرض کن بریم سبزی فروشی، بریم یه سوپرمارکت، میگه گوجه فرنگی رو اینجا این گذاشته مثلا چه میدونم 28 سنت، اون یکی مغازه آلدی میده نمیدونم 27 سنت، اون یکی میده نمیدونم 32 سنت، همینجوری میشماره برات، یعنی میتونه سریع انتقال. این داشت تعریف میکرد که حیرت انگیز اینه که میگفت سبزی فروشه التماس میکرد که آقا از من بخر، هرچی دلت میخواد بخر، چون تو اگه من نخری، من از این، اینم از خداشه، میدون داره از خداشه که به من نفروشه بتونه صادر کنه که دلارشو بگیره. و ولی در مقابلش میگفت تا دلت بخواد فروشگاه ها توش پر جنسه، از هر چی دلت بخواد قفست پره. خب آدم ولی گرانی بیداد میکنه، هیچی نمیتونه بخره این جنس ها رو، و اصلا یه کلاف سردرگمه. و باز برمیگردم به فرمایش جناب علی و حرفایی که دیروز مهدی اصلانی 3 بار 4 بار گفت من اقتصاددان نیستم، ولی اینا پول دارن، با همه معامله میکنن. این بله. چطوریه؟ یعنی چجوری ممکنه این اتفاق بیفته؟ بله ببینید آقای بهبانی، من الان اشاره کردم اینها امسال 6 ماه، حداقل 6 ماه امسال رو تحریم ها برداشته شد. اینها نفت فروختند، نفت های شناوری که روی اقیانوس ها بود، روی کشتی ها بود، روی بنادری حتی در چین یا در جاهای گوناگون اینها نفت داشتند. این نفت های رو اجازه نداشتند بفروشند. در امسال 2023 چند ده میلیون نفت های شناور رو فروختند. درست. بعد صادراتی رو که در واقع در دوره های دیگر امکان نداشتند، انبارهای خودمون رو خالی کردن، فروختند. و بعد فراموش نکنیم، ببینید پیوستن روسیه هم به کشورهای تحریم شده با
باعث شد که دو کشور تحریم شده یک قدرت دیگری وارد میدان شد. فراموش نکنیم اینو. ببینید روسیه هر چی باشه یک کشور به لحاظ اقتصادی از ایران خیلی قوی تره. و بعد شیوه های اونها کسانی رو فرستاده بودند در ایران که راه های شکستن دور زدن تحریم ایران رو در واقع با ایرانیان در میان بذارند. روسیه بانک خودش رو، امکانات خودش رو در کشورهای گوناگون فعال کرد. در واقع یه دوز یه همپالکی دیگر پیدا کرد. شدن دو تا دزد تحریم شده. و اینها ببینید من اینجوری میگم که کابل قابل لمس باشه واقعا. این عین واقعیت اقتصادینه. اینا وقتی که دوتا شدند زمینه های بیشتری برای انکشاف دلارهای انبار شده از اولیگارکای خودشون تا در منطقه، تا در ترکیه، تا در امارات. ببینید الان روسیه اومد با کشورهای عربی در این وضعیتی که یک بحرانهایی به طور معینی وجود داره بین چند کشور عربی، حتی عربستان و امریکا، روسیه اومده دست آورده در کشورهای ششگانه خلیج فارس، اون با اونها در ارتباطه و حتی بخشی از بانک هایی که در واقع ارتباط اینها با ایران بایکوت شده بود ولی هنوز که هنوزه با روسیه در ارتباطند. یعنی اون تحریم ها نتونسته پیوند های روس ها رو با اونها. روسیه به اینها در 3 سال پیش 56 میلیارد دلار اسلحه فروخته بود. آقای بهبهانی S-400 فروخته بود، سلاح‌های مدرن خودش رو فروخته بود. روسیه رگ ریشه داشته در کشورهای عربی خلیج فارس، اون 6 کشور. به این ترتیب اینا دوتا با هم دیگر وارد یک دور زدن تحریم شدند. درسته که ما با اینها مسائل اقتصاد ما زیر 4 میلیارد با روسیه، زیاد رقمی نیست، خیلی کمه، ولی وقتی که جریان دور زدن تحریم میشه مسائل عوض خواهد شد. بنابراین و از اون طرف هم عرض کردم چین در واقع فشار تحریمی آمریکا یعنی بایدن برش برداشته شد و در این وضعیت متلاطم دنیا اینها تونستن یک سری کارهایی رو در امسال پیش ببرند. و دلار اونطوری که شما به درستی گفتی اینها دلار دستشونه، اینها تونستند ارزهای دلار و یورو رو به گونه ای از بانک ها آزاد کنند. اجازه بدید من یک اشاره ای بکنم، یک ترفند اینها رو در زمینه همین مسئله واردات و صادرات، از اینجا یه خورده روشن‌تر میشه. ببینید آقای بهبهانی، اینا میگن که ترفندهای تجاری. چی ترفند تجاری شد؟ 36 میلیارد دلار در 9 ماهه امسال صادرات داشتند. صادرات نفتی اینها دوباره 26 میلیارد دلار بود. خوب دقت بفرمایید. کل صادرات غیر نفتی اینها 36 میلیارد دلار بود و صادرات نفتی اینها 26 میلیارد دلار در عرض 9 ماهه بود. رقم وجود داره. خب دیگه افشا کردن، آوردن. پس از اینکه بارها پرسیدن آقا چقدر صادر کردید، مشخص شد که میگن 26 میلیارد نفت صادر کردن. آیا این 26 میلیارد دلار رو وارد کانالهای مجاری عادی و متعارف اقتصاد ایرانی کردند؟ نه، پول معلوم نیست کجاست. آقای بهبهانی پول فعلا معلوم نیست کجاست، وارد شده اما بانک مرکزی گزارش شفافی در مورد اینکه این پول چه بخشش وارد صندوق توسعه ملی شده، چه بخشش وارد این شده که کاهش تراز تجاری رو پوشش بده و به بودجه 1402 که الان 3 ماه دیگه ازش مونده، دیوان محاسبات از این ورود این پول خبری نداره. اینها این پول رو از طریق بانک مرکزی
50 میلیون وارد مجاری روزانه اقتصاد ایران کردند، پمپ کردند، خودشون گزارش دادند که ثبات ظاهری دلار رو ایجاد کنند که دلار نپره شوکارزی بکنه 100,000 تومان یا 150,000 تومان بشه. این میلیارد 26 میلیاردی رو که آوردند گذاشتن خورد خورد قطره چکانی به اقتصاد برسونند که این بیمار اینها نمیره. یعنی در واقع یه مدتی دیگه بتونن، ترفندی هست برای اینکه ثبات ظاهری به ارز بدند، به دلار بدند، به قیمت دلار بدند که اون همون 50-51,000 تومان نگه دارند. اما این باز هم به عنوان ما اقتصاد دیها میگیم که این یک دوره معینی داره، 2 ماه، 3 ماه، 1 ماه پایین، 1 ماه بیشتر، این قضیه خواهد شکست، این ترفند پایدار نیست. پس از 36 میلیارد دلار صادرات میان فقط همین 36 میلیارد دلار رو میذارن اقتصاد نفتی، صادراتش رو میذارن کنار، میگن اون ربطی به صادرات ما نداره. از اون ور 48 میلیارد دلار واردات دارند. واردات اینها از کشورهای امارات، چین، ترکیه است، عراق، هند و آلمان. صادرات اینها، صادرات به کشورهایی که باز به چین، بیشترین صادرات رو ما به چین می کنیم، باز به امارات می کنیم صادرات ما رو، به عراق می کنیم، صادرات به ترکیه داریم و به هند و به آلمان. یعنی در واقع از بین این 190 خورده کشور همین 5-6 تا کشور هم که امروز بقیه مثلا فرض بفرمایید 50 میلیون دلار، نمیدونم 20 میلیون دلار، با خیلی از کشورهای دنیا هیچ ارتباط این تجاری نداریم، با همین 5-6 تا کشور مونده که با ما نفت با ما میخرن، گاز میخرن و جنسهای ما رو برمیدارن میبرن اونجا، امکان داره براشون مونده به گونه ای که اون تحریم ها کمتر در اونجا ها اعمال میشه. خب از اینجا شما اگه بگیرید 12 میلیارد دلار کاهش تراز تجاری دارند بین صادرات غیر نفتی و واردات کشور، در حالی که در سالیان پیش این بحثا نبود. صادرات ما چه نفتی و چه غیر نفتی و چه پتروشیمی و چه فولاد همه در یک کاسه بود، میشد صادرات ما، و بعدش وارداتم خب واردات بود. بعد یک تراز تجاری ما بعضی سالها در اون اوج بحران منفی بود و در خیلی سالها تراز تجاری ما بهرحال یا برابری میزد یا با یه فاصله مثبت بود. اما تراز تجاری امسال که چند بار برآورد کردن گفتن بین 16 میلیارد تا 20 میلیارد دلار تراز تجاری منفی خواهیم داشت، با نفت نیست، بدون نفت اینه حساب کردن. نفت برای خودشون گذاشتن، میگن این نفت مال ماست، مال علی خامنه‌ای، سدلیه، مال دولته، مال کیه، مال کیه. تشخیص دادن خرج میکنن، تشخیص دادن خرج نمیکنن، انگار که مال پدر خودشونه. اصلا این درآمد رو به خرج جنگ میزنن، به خرج بحرانهایی که مثلا به توجیه دارن، میگن این میخواد دلار رو ثبات بده بهش یا یه کارهای دیگه بکنه. در نهایت در پایان بودجه چه بخشی از اون رو میدن که جلوی کسری بودجه رو بگیرن؟ به همین دلیله که میگن وزرای اینها، مجلس، جاهای دیگر حرف اینه که آقا آخه شفافیت شما کجا رفته؟ اقتصاددانهایی مثل مومنی، مثل برحال دیگران اینها میگن آقا شما وقتی شفافیت ندارید هیچ گونه کنترلی بر اقتصاد وجود نداره. به این ترتیب شما از همین قضیه صادرات و واردات و مسئله پنهان کردن درآمدهای نفتی یک بحران بزرگی در کسری تراز تجاری ایجاد میشه. از اونجاست که شما بدن بحرانهای نقدینگی رو، مسئله تورم رو، تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخصهای اصلی محوری اقتصاد رو یک به یک، شما وقتی که گزارش شفافی را
راجب این نداری که بزرگترین اقتصاد بخش اقتصادی ما نفته. شما تمام توان ملت رو هزینه ها میکنی تا چاهای نفت رو به کار میندازی، کارگر مزد میدی، دستمزد میدی، فلان اینا، خیلی کارا میکنی، خرجش رو میکنی، عایداتش رو پنهان میکنن عایدگانی اینا، و نفت رو به عنوان ثروت استفاده میکنن، در حالی که نفت سرمایه ماست، باید به عنوان سرمایه به کار در واقع اقتصاد کشور برای اینکه بازدهی بخشای دیگر اقتصاد رو راه بندازه، نه اینکه اینه بفروشند و بعد اینه تبدیل به پول پدر بابایی خودشون بکنن. یعنی در واقع یک اقتصادی که بین چند دست دزد و مافیا میچرخه و بعد محاسبه و خرج و فشارش برای کل گردن کل ملت ماست. اینها اجزای ترفندهای جزی از ترفندهای. خب الان داشتم یه ویدیوی رو آقای علی از بروکسل که دستش درد نکنه ما رو از این بابت تعمیم میکنه مرتب، از این ویدیوهای موزیک و غیره برام میفرسته، داشت میگفت برام یه ویدیو فرستاده بود، طرف داره تعریف میکنه که مثلا فرض کن که شما میری بانک، میگه برای نمیدونم تعمیرات خانه چند 160 میلیون چقدر میتونی وام بگیری و باید سند خونت رو گرو بذاری، بعد یه مش سفته بهت میفروشن، دوباره پول اونا رو میدی، بعد من پول فلان میدی، بعد همینجوری که آخر سر جمع زده بود و اینها و سود این یعنی نزولی که شما پرداخت میکنی، بهرهی که شما پرداخت میکنی 63% شده بود. یعنی شما هر 100 دلاری رو که میگیری باید 163 دلار پرداخت کنی در کوتاه مدت، نه در بلند مدت. نه مثلا بگی آقا 30 ساله، نه، ترمای کوتاه نمیدونم 4 ساله 5 ساله بهت میده با 63% بهره. خب کدوم نزول خوری اینطوری نزول میده تو دنیا؟ کدوم بانک اینطوری قرض میده به شما؟ کردیت کارت که نمیدونم گرونترینشه نمیدونم فلانه 22-23%، 24%، ولی 63% بانک ازت میگیره. شاهد بودیم ویدیویی رو که فرمانداره در یه شهری، در شهر کوچیکی در استان فارس، به مدیر کل آموزش پرورش امر و نهی میکنه، فحش خوار مادر میده که شما برای انتخاب و بری از پدر مادرها پول بگیری. یارو میگه آقا نداره، یارو بده سقف مدرسه داره میریزه، من بودجه ندارم اینو تامین کنم، مردم ندارن پول بدن، از کجا بیارن؟ و خب میبینی که چه رفتاری باهاش میکنه. یعنی یه مشیاد کلاهبرده افتادن به جون مردم، همین مالیات هایی که الان افزوده کردن، نمیدونم همین بودجه رو که تصویب کردن توی مملکت که نفت میگیره. خب شما نگاه میکنی کشورهای نفتخیز که در همسایه های ما هستن، عربستان، امارات، بحرین، هیچ کدوم اینا همچین مالیاتی نمیگیرن، پول به مردم میدن به جاش، و اینا این کلاهبرداری ها رو راه انداختن. و واقعا من نمیدونم این چرخ که داره روی در حقیقت لنگر خودش داره میچرخه کجا این نقطه به صفر میرسه و میسته. من همه پرسشم در اینه. بله ببینید آقای مهربانی، اگر شما اوضاع یک بار دیگر اون چی که در این بعد یک ماه و نیم اخیر واقعا یک جنگ بزرگی اتفاق افتاده، هیچ سالی در این 20 سال، همین 20 سال دو دهه اخیر که من به شکل سریهای زمانی بحثای اینا رو گاهی برمیگردم به همین آذر ماه، بحثای بودجه رو دنبال میکنم ببینم که بحران اون موقع چقدر بود و الان چقدره. بحرانی که امروز در مجلس، در دولت، در جامعه راجب بودجه صحبت میشه، اقلام بودجه صحبت میشه، چون اینا به شکل دوره‌ای انباشته شدند و مثل اون رواخار و نزولخاری که
به هر حال سال به سال هی میداد، هی بعد اون مثلا درصدش بیشتر میشد بیشتر میشد، بعد گردن اون کسی رو که در واقع یک وامی گرفته بود رو میفشردند، بعد زن و زندگی و خانه و دودمانشون رو میبردند. اون فردی که در واقع وامی گرفته بود رو اینطور شده، اول از درخت میوه روی درخت سال دیگر رو میبردن، بعد زمین رو بردن، بعد خونه رو میبردن، بعد ناموسش رو میبردن، بعد دیگه جان خودش رو هم دیگه میگرفتند و میبردند. اینقدر این تنابی که دور گردن ملت و بدن ملت پیچوندند سنگینی شدید شده که بحثای امسال بودجه مثلا همون جریان بازنشستگی، حقوق بازنشسته ها رو میخواستن بدن، هیچ مفری نداشتن، گفتن مالیات افزوده رو از 9% میکنیم 10%، از مردم میگیریم به بازنشستگان میدیم. خب یعنی از اونجا 100 هزار میلیارد تومان رو تأمین میکنیم از ارزش افزوده. ارزش افزوده گرفتن دلیل داره، راه داره، بعد خرج در واقع عمومی داره، برای رفاه عمومی هست. شما برای فقط یک قلم اصلا در هیچ جای دنیا، چون امروز در واقع دولت هم خرج حقوق بگیران رو باید بده، کارمندان شاغل رو باید بده، هم دیگه صندوقا رو خودش داغون کرده، باید خرج بازنشستگان رو هم بده، در بعضی جهات لشکری کشوری رو به جای اینکه 2 میلیون کارمند رو حقوقش رو بده، حقوق 4 میلیون رو داره میده آقای بهبانی، به این معنا که حقوق 4 میلیون که پول بازنشستگان از صندوق بازنشسته دیگه نداره بده، این باید بدن اینا. خب شما ببینید که دولتی که 320 هزار میلیارد تومن باید خرج حقوق کارمنده و بازنشستگانش رو بده، خب این باید کسری تراز بودجه سنگین داشته باشه. به این ترتیب این یه قلمشه، شما هر جا شد دست بزنید. وقتی که به بحثای مربوط به بودجه امسال شما توجه میکنید، احساس میکنید که این دولت دیگه هیچی نداره. و بعد به همدیگر گفتند که قبلا به امام جمعه ها خط میدادند که مثلا راجع به حجاب یا چیزهای دیگه برن 50 تا شهر بزرگ، امام جمعه 100 تا شهر بزرگ کوچک بره یک حرفی رو بزنن، مدعانشون یه حرفی رو بزنن. الان به کارگزاران، به مدیران ارشدشون دیکته میکنند، ولی اونها دیگه حاضر نیستند دیکته های اینها رو در مورد مسائل اقتصادی بگند. هر کسی، در اون قسمت قبلی گفتم، هر کسی دیگه میاد تحلیل خودش رو از اوضاع بحرانی اقتصاد میگه، چون دیگه میبینن که چه خبره. دعواها هم شدید شده، هیچ مرک، چون اقتصاد دیگه زدبند سیاسی نیست، حکم علی خامنه‌ای در مورد حجاب نیست، زندگی همه این هاست، روزانه این هاست. نمیتونه یک نماینده مجلس دروغ بگه، فردا که وارد حوزه انتخابی خودش میشه مردم خفتشو خواهند جوید، اجازه نمیدن بهش دروغ بگه، اونجا حسابشو حالشو جا میارند. اینها نمایندگان مجلس، این جفنگیاتی که الان مجبور شدند اعتراف ها را بکنن، اینها به خاطر اینکه فشار بالاست آقای بهبانی. و بحثای مربوط به اوضاع اقتصادی همش دروغ بوده. بعد شما میگی شیاد، کاش که اینا فقط شیاد بودن، کاش که فقط دروغگو بودن اینها. شما ببینید تمام صفات جنایتکاران اینها، اون کارهایی که توی مافیاها میکردن، ترور میکردن، یک شب یک دسته یک دسته دیگر رو میکشت و بعد به هر حال مواد مخدر قاچاق میکردن تو خونه های هم دیگه، زن بچه هم دیگر رو میکشتن، اینها به جان هم دیگر افتادن. شما تصور کنید وقتی سید محمد فرمانده خاتم الانبیا میگه که قرارگاه خاتم الانبیا میگه که روس ها جالب، آقای بهبانی این همون کسی که من و شما 2 سال پیش مدتی راجع به سید محمد که انتخاب میخواست بشه صحبت کردیم. ببینید چی میگه این آدم، ببینید این حرفش رو شنیدنی است، این صحبتش رو من اینجا چند جمله شو برای برحال
شنوندگان ارجمند، روسها سید محمد داره میگه، انگاری که الان ما در اینجا نشستیم، روسها که در خیانت به ایران سابقه تاریخی دارند، اونقدر از همپیمانی با ما مطمئن هستند، یعنی با ایران، که آشکارا در باره تمامیت ارضی ایران گستاخی میکنند و خیانت میکنند. آره دیگه، میگه مطمئن یارو اینا رای ندارن، میگه هر کاریش بکنی این نوکرته، بنابراین هر بلایی تو میخوای سرش بیا. بذار یکی دو تا ویدیو اینا رو ببینیم، بعد راجع به شرف می‌زنیم. بذار یکی این ویدیوها رو ببینیم. 20 برابر، یعنی یک کارگر در آلمان 20 برابر یک کارگر ایرانی پول میگیره. گاز در آلمان قیمتش چقدره؟ حداقل ایران یک سوم قیمتش، با قیمت آزادش. خب چجوری میشه که او بی ام دبلیو میزنه 30000 دلار، ما دناپلاس میزنیم 30000 دلار؟ یا مرغ از فرانسه میاد ایران ارزان‌تر از ایرانه؟ یعنی این همه مسیر حمل و نقل میاد، مردم کجای داستانن؟ چرا جیب مردم رو ما تو روز روشن میزنیم؟ اما این سور داستانه، این ظاهر داستانه، پشتش چیه؟ پشتش رانته، فساده، هزینه تبلیغاتیه، انتخاباته. فساد در کشور سیستمی نشده، هر کس میگه سیستمیست بی خود میگه. الان تولید کنندگان فولاد صادرات نمیکنه، میدونی چرا؟ چون کسی نمیخره، داخل کشور گرونتر از خارج میفروشه. برای چی باید فولاد داخل کشور که هیچ وابستگی ارزی نداره، تکنولوژی پیچیده نداره، مواد اولش داخل، انرژیش هم ارزانه، این باید قیمت فروش فولادش از فوب خلیج فارس و همشهری ایرانی خودش گرونتر باشه. فولاد الان بیشتر 200% سود میکنه. برای چی شرکت فولاد باید 200% سود بکنه؟ این 180%ش از جیب مردم داره در میاد، چون اون سودش باید 20% باشه، نه 30% باشه، نه 100% باشه. آخه چرا 200%؟ چرا مصر باید 300% سود بکنه؟ واقعا کسی هست پاسخ این آدم رو بده؟ این ببینید آقای بهبانی، این لطف الله سیاه‌کلی عضو کمیسیون پژوهش‌های مجلس خودشم گیج شده. آره، این خودش به این معنا گیج شده، میگه بعضی از اجناس به قیمت بازارهای اروپایی میاد در ایران، چون سوبسید میگیره اینو ارزانش میکنن، سازمان یه جوری اینو تنظیم میکنن که این به فروش بره، و بعد به خاطر اینکه بحرانهای کمتری مثلا گوشت مرغ وقتی اونو بخوان به اون معنایی که بیارن پولو بیارن، این باید به فرض الان سه برابر فروخته بشه، اونو سوبسید میدن پایین میارن. از سوی دیگر صادراتی که ما به کشورهای دیگر داریم در کشورهای دیگر ارزانتر از داخل کشور هست. یعنی ببینید این اقتصاد دیگه نیست، این همه چیزش در هم پاشیده است. صادرات ما به کشورهای دیگر ارزانتر هست، برای اونها قابل هزینش کمتره، و در ایران میلگرد یا جنسای دیگر در ایران خیلی گرونتر قابل در واقع خرید هست. برعکسش هم خب یه چیزایی وجود داره، یه چیزای معینی وجود داره که داره اشاره میکنه که قیمت مرغ که از فرانسه میاد اینجا به همون قیمته. یعنی اینا یه کاری کردن با این اقتصاد که در واقع هر جا دلشون بخواد پایینه، هر جا دلشون بخواد بالاست، و کاملا در هم پاشیده است نظم اقتصادی ما. چرا؟ چون قیمت ها دستوری است، چون اقتصاد از بالا، همون که خودشم میگه رانت، فساد، همه اینها بازی است، همه اینها ترفندهای یک باندهایی هست که دارن یک جایی بالا یک جایی پایین. تا حالا کجا این دیگه به شکل کامل منفجر خواهد شد دیگه هیچ قابل کنترل نیست، که ما الان به غایت به اون مرحله نزدیک شدیم. ما امروز اقتصاد ایران هیچ نظم و هیچ ضابطه و ضبط ربطی درش وجود نداره. اینهایی که میگن گزارشی که خاندوزی همین امروز داده، یک سری سعی کرده که یک حالت متعارف سازی رو گزارش بکنه و میگه که اعلام میکنه که ما در این یک دهه اخیر بهترین نظم اقتصادی رو
ایجاد کردیم، در حالی که به گزارش مسئولان خود اینها، حالا نه دولت روحانی بلکه به گزارش افراد خود اینها که امروز جزء مدیران ارشد هستند، تمامی مفرهایی رو که اینها در واقع در اقتصاد امکان داشت به شکل حداقلی جلوی بحران ها رو بگیره، خودشون به قول خاتمی خودبراندازی، اینا خودشون مینگذاری کردند. با این همه قانون و لایحه و مصوبه و مقرره کاری کردند که تولید در ایران، تولیدگر خرد، امکانات بسیار کمی داره. اصلا یک تورمی در تولید ایجاد کردن که تولیدگر قادر نیست. خیلی از کارکنان مدام دارن گزارش میکنن که این واحد پشت اون واحد از کار افتاده. اصلا دیگه واحدی وجود نداره، فقط مال خودشونه، هرچی هست متعلق به خودشه. بذار یه دونه دیگه هست اینم ببینیم با هم، روشن میکنه خیلی مسائل، به نظرم روشن میکنه. پدیده‌ای داریم آقا به اسم مشق قربون علی. مشق قربون علی یه پیرمرد پنجم ابتدایی با تحصیلات پنجم ابتدایی، از سال 93 تا 97 توی 4 سال 456 میلیون دلار ارز دولتی بهش داده شد که بره ورق استیل و اینها وارد بکن. هیچی وارد نکرده، ارز رو تو بازار آزاد فروخته. پنجم ابتدایی تحصیلاتش. بعد به همینجا متوقف نشده، با این سودی که اینجا کرده گفته خب حالا سال 97 ایم چیکار بکنیم، بریم ماشین سازی تبریز رو بخریم. تو خصوصی سازی ماشین سازی تبریز سال 97 به قیمت کارشناسی سال 94 بهش واگذار میشه، 611 میلیارد تومان، 100 میلیارد نقد، بقیه‌اش اقساط 5 ساله. خب شما هر کسی رو بذارید جای مشق قربون علی ثروتمند میشه دیگه، یعنی کاری نداره که این آدم تلاشی نکرده، زحمتی نکشیده. ماشین سازی تبریزی که تو اسناد ویکی‌لیکس هست، یکی از صنایع استراتژیک ایران. این اتفاق داره. مشق قربون علی که 5 کلاس سواد داره، 400 و چند میلیون دلار ارز دولتی رو گرفته که بره آنال وارد کنه، برده تو بازار آزاد فروخته، بعد پولشو ورداشته رفته ماشینسازی عراق و در سال 97 با قیمت سال 94 خریده. خب این غیر خودی دیگه، کی میتونه مشق قربون علی باشه؟ یعنی بگردیم مشق قربون علی ها رو پیدا کنیم، ببینیم که اینا کیان، به کجا وابستن، چجوری به این ثروت و مکنت رسیدن. خیلی عجیب و غریبه. یعنی حتی روسیه که یه سیستم مافیای آلیگارش داره اینطوری رفتار نمیکنه که اینا رفتار میکنن. خیلی حیرت انگیزه. و جالبیش اینه که خودشونو دائما با طالبان مقایسه میکنن، با داعش مقایسه میکنن و یه فریب میده، میگه که ما در امنیت کاملیم. کدوم امنیت؟ امنیت رو باید تعریف کنی. یه مقاله طرف برای من فرستاده که به علت آلودگی هوا و سنگینی این پارتیکل ها که تو هوا معلقه، امکان بارش رو کم میکنه و حتی نمیتونه بارندگی هوا رو پاک کنه. میگه که شما اگه یادت باشه جاده چالوس، من میگفت جاده چالوس یادت، وقتی میرسیدیم به سیابیش اون بالاها مه انقدر زیاد بود که جلوی چشتو نمیدیدی؟ گفتم آره. خب گو حالا جاده قزوینه که میری به نیروگاه رجایی که میرسی، دود اونقدر زیاده که تو دومت جلوترتو نمیبینی. ماشینا همه چراغاشونو روشن میکنن، سرعتشونو کم میکنن و با سرعت بسیار کم حرکت میکنن. میگه سرعت ماشین اوریج میانگینش در شب که خلوت، روز که شلوغه، هر جوری حساب، میگه سرعت ماشین 10 کیلومتره. خب شما نگاه کن ببین چقدر آلوده میکنه هوا رو همین ماشینای لکنتی که هیچ استانداردی رو هم ندارن. بعد میگه ما امنیت آوردیم برای شما.
شدت مرگومی در اثر آلودگی اصلا حد نداره. یعنی نمیدونم واقعا، میشنوم نظر شما رو. بله، میلیاردها لیتر خودشون گفتن آقای بهبهانی، هر زمستان میلیاردها لیتر اینها مازوت میسوزونند. خب آخه کشوری که شما ببینید، آقا همین مازوت، همین مازوتی که داره میگه، خیلی هم مردم اصلا نمیدونن مازوت چی ها، نمیدونه مازوت چیه. مازوت یه نوع قیر سبکه. قیر دیدی میریزی اینجا؟ قیر رو دیدی آتیش میزنن چه دود سیاهی میکنه؟ قیره مازوت، قیره، قیر شله، قیر شله. گوگرد سمی آقای بهبهانی دیگه. خب اینو مردم ایران که شنیدن، این سوخت گوگرد وقتی شما همین بنزین های معمولی، همین گازوئیل های معمولی وقتی که میزان گوگرد اینها، سولفور اینها بالا هست، اینها انواع بیماری ها رو اینها در واقع ایجاد میکنه. مردم دیگه به تجربه میدونن وقتی مازوت سوخته میشه در این نیروگاه یا در اون نیروگاه یا بخشی از سوختشون رو. آخه ببینید این گازی رو که اینها مجانی به عراق دادند، عراقی ها خوردند، بعد اومدن رفتن مشهد فسق فجور کردند، گردن کلفت کردند برای ما در شهرهای کشور ما، پولهای صدها تاجری که مفت مجانی به این پولها رسیدند، این گازی که مجانی داره به اون رو میده میلیاردها دلار. خب این گاز در ایران، بهترین گاز رو ما دادیم به عراق آقای بهبهانی، به ترکیه دادیم، اونو چرا میگیم؟ بهترین سوخت رو دادیم. کریدورهای راه زنگزور شما ببینید از طریق اون بالای ایران میاد به ترکمنستان، از ترکمنستان میره به مرز بالای سر ما چند 200-300 کیلومتر بالای آستارا، اونا از اون ور رد میشه میره ترکیه. ما در این کریدور راه جاده راه یا کمربند راه یا اون یکی که از بمبئی هست تا بندر، تا از طریق عربستان و حیفا و میره یونان و یونان میره هامبورگ، که اینا به فاصله چند صد کیلومتر به شکل موازی از شرق به غرب میرند، چین یک تریلیون دلار براش خرج کرد و اینها دارن صدها میلیارد دلار خرج میکنن. ما این وسط افتادیم، ایران این وسط افتاده، یه راه از بالا داره میره یه راه از پایین. هم گفتیم که این تعریف کردیم که یه جزیره مرده است، هیچ مرده هیچ ارتباطی نداره. ما باید گازمون رو ارزان به ترکیه بفروشیم، ترکیه برای از سوی ما، جیب ما، به پای خرج وضعیت بدبختی و کور شدن و سرطانی شدن مردم ما که مازوت می‌سوزونن، گاز بفروشیم به ترکیه، ترکیه بتونه دو برابر قیمت بفروشه. آقای سلیمی عزیزم، آقای سلیمی عزیزم، من الان یه دو سالی هست که ماشین دیزل سوار میشه و گازوئیلیه، هر دو سه ماه یه مرتبه باید برم یه ظرف مایه آمونیاک کنار گازوئیل، تو کنار منبع گازوئیل اینو خالی کنم تو اون منبع کناری، که این همراه گازوئیل در حقیقت اون لوله اگزوز رو پاک کنه این آمونیاک، و نذاره که این دود اضافه، آلودگی، گوگرد وارد فضا بشه. یعنی منهایه، اولا مالیات بیشتر پرداخت میکنه ماشین گازوئیلی اینجا، بعد گازوئیل گرونتر از بنزینه، بعد عرضم به حضور شما که تازه به اضافه اون یارو گازوئیلی که میخری هر چند سوای یه بارم باید بریم یه 100 دلار 120 دلار بدیم این گالونو بخریم بریزیم توی باک کنار گازوئیل که هوا رو آلوده نکنه. اینا حتی توان تولید مازوت رو هم به نظر من ندارن. اینا وقتی نمیتونن بنزین تولید کنن و بنزینشون آلوده است، شما فکر میکنی اینا مازوت تولید میکنن میدن دست مردم؟ نه، اینا هرچی آشغال تای نفت، غیره و
اون کثیف‌ترین لایه ها رو میارن میدن میگن این مازوت بسوزون. نمیدونم الان توی اردکان یزد شما ببین تظاهراته، این ور تظاهر. چرا؟ برای اینکه اون یارو خاتمی که اومده شده رئیس جمهور گفته تو متولد اردکان نمیخوای برای شهرت کاری بکنی. میگه 75 تا فرودگاه بین المللی تو کرمان داره. آخه 75 تا فرودگاه بین المللی برای چی کرمان لازم داره؟ بعد سمنان به خاطر این یکی، هر کدومشون که اومدن، گرمسار به خاطر اون یکی، سمنان به خاطر اون یکی، یزد به خاطر اون، ملایر به خاطر اون، و فساد همه جا رو گرفته. من یه چیزی به شما خدمتتون بگم. ببینید شما یه چیزی از این ماده رو، این مایه رو در اروپا بهش میگن ادبلو. و چون بنده خب در کار ادبلو دیگه درست. آره ادبلو یا ادبلو ما در آلمان اینجوری تلفظش میکنیم. به حضورتون ببینید حالا من همین جا یه مثالی براتون بزنم که یه خورده شاید از این یک خسته کنندگی در بیاد. ببینید در آلمان کارگاه هایی هستند که اینا کارگاه های عقب مونده هستند، بسیار بسیار عقب مونده، به این شکل که بعضن بعضی از خارجی هایی که مدتی اومدند اینها برای اینکه الان نفت سیاه، در واقع نفت سیاه یا همون به اصطلاح دیگه من واژه آلمانیش نمیگم، اینجا 87 سنت برای اینکه اینو در بخاری ها نسوزونند، روغنه که از ماشینا بیاد مثلا 2000-3000 لیتر این روغن رو میخوام ببرن، باید پول بدیم ما. آره دیگه. روغن کهنه ما رو، روغن اولد اول ما رو ببرن، پولم میدیم که برن اونا، به هر حال ما پول میدیم که اونا ببرن اینو یه جای حالا سربنیستش کنند. خب ما پول میدیم لیتری، نه اینکه قبلا سالهای پیش میشد یه قیمت کوچیکی فروخت، الان برعکس شده، ما باید پولم بدیم که اینا ببرن اینو از بین ببرن. درست. اینو شما ببینید، من کسی که کسانی که در اونجا کارگاهایی دارن و اینا میگم بسیاری از مردم اون نفت سیاه برای خودش یک استانداردی داره، این روغنا رو میسوزونن. اگر شما در آلمان کسی ببینه شما در بخاری شما این روغنا خوبم سوخته میشه، حسابی گرم میکنه، ولی اگر اون لوله توی اون کارگاه شما نباشه، اون لوله رو بذاری بره بیرون، اون دوروبر رو همه رو چشمشون رو به عشق میاره، به سوزش میاره. اینو اگر توی آلمان بگیرند جریمه سنگین داره سوزندن روغن. تو کشور ما الان این روغنا رو همه رو میسوزونن، انرژیه. شما میگید اون غیر، این خودش مثل اونه دیگه، این روغن میمونه یا سیاه میشه دیگه. خب بعد این فوق العاده مضره برای. حالا یه گزارش دیگری بود که خود این دولتی ها گفتند، میگن آقا ماشینای مردم که وضعشون خرابه، خیلی از ماشینای کهنه رو بردن اونجا. شما الان به درستی گفتید در ترکیب گازوئیل باید ادبلو باشه تا بتونه در واقع اون گازهای سمی اون رو بگیره، سلفورش رو بگیره، گوگردش و ایناشو. به هر حال اینها یک استانداردی داره. در کشور ما نه تنها تمام این انبارهای ماشینهای کهنه اونجا شده، اونا رو خب دارن از قدیم استفاده میکنن، این میلیاردها رو هم که لیتر مازوت هم که دارن میسوزونند، بعدش هم به قول شما کیفیت بنزین هم، یک بسیار بسیار کیفیت بنزین رو هم اینها پایین آوردند. و این بنزینی که الان دیگه هست مثل بنزین دو سال پیش نیست. وقتی که گزارش کردند که روزانه به جای 130 خورده‌ای 140 میلیون لیتر، اینها فقط 105 میلیون لیتر تولید می‌کنند در ایران، یعنی حدود 30 میلیون لیتر ما کمبود داریم. این کمبود بخشش به خاطر اینه که بنزین در ایران ارزان‌تر، گازوئیل در ایران 300 تومان آقای بهبانی، در کشورهای منطقه 10,000 تومان گازوئیل، در ایران 300 تومانه. اینو همش دارن قاچاق میکنن. کی قاچاق میکنه؟ کی میبره میسوزونه؟ خود سپاه.
دستای آلوده مافیاهای اقتصاد سودش هم دارن اینا میکنن. بنابراین در هیچ استانداردی ما قرار نداریم. ما کشور ما رها شده است. اینها فقط دارن افینا میان که دارن کنترل میکنن. اینها حرفایی که بخصوص این مردک میزنه دوربری های رئیسی رو اخیرا اومدن بهش گفتن آقا بهترین فرد تو که گفت فرزین، گفت که اصلا رئیس الوزرای دولت ما وزیر بانک رئیس بانک مرکزی بود، علتش رو خودشون گزارش میکنن. این علت چیه؟ میگه همه اونهایی که باید ارز، چون ارز کمه در ایران، ببینید بانک مرکزی ارز رو گرفته به هر حال دادن بهش فعلا، چون ارز رو بانک مرکزی داره و چون ضابطه و ضابطه و نظم اینا نیست، هر وزیری سعی میکنه که با فرزین با همدیگر یه پلهایی بزنن، از طرقی یک 50 میلیونی 30 میلیونی بیشتر ارز بگیره. آقای بیوانی، کشور هیچ گونه نه قانونی داره، نه مسببه درستاوی داره، نه نظمی داره، هیچی نداره. رئیس بانک مرکزی رو الان فردا ممکنه همین رو بگیرن. این همه این داستانی که همینی که داری میگی عکس بگردونش تو خارج کشوره، عکس بگردون همین نادانی ناآگاهی تو خارج کشوره. من همیشه به این اعتقاد داشتم که ما هر جا باشیم تحت تأثیریم، برای اینکه همش رو اونوریه، به فردا نگاه نمیکنه، به امروز هم نگاه نمیکنه. یه دی که غرق در گذشتن و همش دنبال نمیدونم جشنهای 2500 ساله. اصلا آینده امروز فردا براش معنی نداره. همین تو خارج کشور نگاه میکنم، این همین یارو که خودش تا دیروز پیشکار و آفتاب داره همین یارو کروبی بوده، حالا میاد برنامه درست میکنه. من نگاه کردم، یه برنامهش دم 13,000 نفر نگاه کردم، گفتم ببینم چی موضوعی رو مطرح کرده. هیچ، رئیسی یه لغتی رو اشتباه گفته. خب این که تفسیر سیاسی نیستش، این که موضوعیت نداره که. یارو خب میدونه، همه میدونن یارو 6 کلاس سواد داره، هیچ کار اجرایی نکرده، از دوره 18 سالش بوده اومده رفته توی دادستانی و بازپرسی و بازجو بوده، تو مقامات اونجا فقط حکم بلد بوده، اونم بلد نبود، به حضرت عباس بلد نبودن بخونن. یه نامه بوده بودن نوشته بود فاقد وجاهت قانونی است، میخون فاقد وجاهت قانونی نیست، میگفتم این نیستش از کجا آوردی؟ میگه اینجا نوشته. میگفتم خب این قانونی است، این معنای قانونی است، نه اینکه قانونی نیست. اینا در این حد سوادشون بوده، هست. جامعه دنبال بازیگوشیه، دنبال حرف حساب نیست. بنابراین ازت خواهش میکنم با توجه به وقت باقی مونده تفسیر سیاسی شما رو هم بشنویم. ممنون، بفرمایید. بله، خب ما آقای بهبانی با یه چند جمله این قسمت اقتصاد رو به پایان میبرم. من گمارم اینه که اینها همراه با این که موجودی های ارضی اینها و آخرین موجودی های صندوق توسعه ملی رو هم خوردند و ذخایر ارضیشون واقعا به پایان رسیده و موجودی های رمز ارزهای خودشون رو هم خوردند و ضمناً اینها از این موقعیت فروش 6 ماهه که خاک تو چشم دولت‌های غربی کردند، یک دوره‌ای استفاده نکردند، داشتن یک جنگ بزرگی رو، یعنی همین جریان حماس و اینها رو پیش می‌بردند. ببینید الان اسرائیل توی غزه اینا رو کوبیده، الان همه بحث‌های دیگر اینه که بریتانیا هم در دریای سرخ وارد جنگ شده. بریتانیا پیوسته به آمریکا و قطعاً در کشتن این حماسی های، این حوثی های
انتحاری عربستان هم وارد کار میشه. یعنی ببینید ایران الان از اونجا که باخته توی بیروت و حزب الله لبنان که اونجا با احتیاط داره کار میکنه، یک سری عملیات رو شروع کرده، اینها آخرین تیر ترکش رو، یعنی پولهایی رو که در این 26 میلیاردی که من امشب گفتم و اون 42 میلیارد در مجموع که فروخته بودند، این پولها رو هم حتی دریافت کرده بودن که یک جنگهای دیگری رو ایجاد بکنن. یعنی آخرین موجودی های ما رو هم در این غبار باختن، دارن میبازند، هیچ راهی برای خودشون نذاشتن. تحلیل آقای بهبهانی، علی خامنه ای که امروز میگه از زبان خدا به خانواده سلیمانی، میگه زبان خدا در من به حرف اومد، این به زبان خدا رسیده. آقای بهبهانی، این آدم به جنون کامل رسیده. ما چند سال پیشم میگفتیم این به جنون خواهد رسید و دوروبری های این شاهد این جنون این آدم هستند دیگه. حالا مونده نه به اون شیوهی که نادرشاه رو چند تا از سردارانش با تبر همون شب کشتند، این ماجرا به وجود خواهد اومد. حالا یا اینه میکشند یا این خودش سرنیست میشه. کشور به لحاظ اقتصادی به پایان رسیده. شرمندگان و بینندگان ارجمند، نه بازنشسته پول داره، نه کارمند میتونه این 30 میلیون تومان رو در آینده زود بگیره، نه طلا فروش دیگه امنیتی داره، نه کسبه بازار فروشی دارن. امروز جنسشون رو میفروشن، فردا اگر اون جنس رو بخوام بگیرن بفروشن، اصلا اون جنس نمیتونن سبر آوره اون. یا به گفته شما آقای بهبهانی، میوه هست، یک سری جنس هست، ولی مردم گرسنه‌اند. مردم تا کی میتونن میوه فروشی ها رو ببینن؟ یه روزی غارت میکنند. شما، من 10 سال پیش در هندوستان بودم، تمام جلوی رستوران ها در مرکز شهر، هر رستورانی 2 تا 3 تا محافظ داشت، برای من عجیب بود. بعد دوروبر اون پر از گرسنه بود. به یقین من فکر میکردم که دو نفر پرسیده بودم، رستوران ها در یک جاهایی مثل کاروانسراها بودن، جلوی اون کاروانسراها این فقیر بیچاره ها را اجازه نمیدادم بیان تو، یا رستوران به پا داشته. به یقین روزی خواهد رسید، دور نیست، دیرم نیستیم، که خیلی از این فروشگاه ها امنیتی ندارند، نخواهند داشت، چون مردم گرسنه‌اند. غارت عمومی خواهد شد. آقای بهبهانی، از اون طرف اون کارت های پلاستیکی، روزی دیگه باز هم میگم، اینو من چندین بار گفتم یه روزی اون بورس ها فرو خواهد پاشید. دیدیم چه سرنوشتی به بورس اومده، مثل خود مافیاهای خودشونه. بورسی وجود نداره در ایران، سهمی وجود، سهامی وجود نداره. اینجا این کارت ها رو هم، کارت هایی که امروز همه چیز رو در ایران انجام میده، زیاد نمونده که اینا اعتباری نخواهند داشت. پول مردم کاملا بی‌اعتباره. بنابراین و این شوک ارزی که الان صحبتش اینا کردن، 100,000 150,000 تومان در راه. یکی باز یک تفسیری نوشته بود به این ماجراها، نوشته بود که وقتی که آب از سر گذشت چه یک قد چه چند قد، 100 قد گذشت دیگه. مردم ایران گرسنه‌اند و تشنه‌اند و بی هوا هستند و زمین زیر پاشون داره شکاف باز میکنه و خانه های چند هزاری خانه هایشون داره بر اثر شکاف ها از بین میره. زندگی ها هست که داره در ایران به هر حال به این ترتیب میلیون ها انسان، و از این طرف هم اینها دنبال اینن که انتخابات برای مجلس، و خودشون هم گفتن رای بدید رای ندید روی قیمت مرغ هیچ تأثیری نمیذاره، رای برای اینا دیگه مهم نیست. و بعد من اینجا باز اشارهی بکنم، آقای بهبهانی، چندی پیش خوندم که 170 نفر از ایران یک جیمتین رو امضا کرده بودند و که ما شرکت نخواهیم کرد. خب این که شرکت نمی کنند خوبه. ما خودمون در اینجا صحبت کردیم که ما نقش نیروهای اپوزیسیون خارج کشور نقش پشتیبانی داره. اما من یک نکته رو باید اینجا امشب یادآوری بکنم، شاید اضافه بکنم به اون صحبت‌های قبلی ما.
این که در خارج از کشور اتحاد وجود نداره یا اون اتحاد دوران زن زندگی آزادی به یک تفرقه به هر حال دوره‌ای کشیده شده، این که این افراد سوراخ دعا رو گم کردن، هر کسی سی خودشه، با هم دیگر در فعلا بر اثر این بحران هایی که رژیم ایجاد کرده اختلافات و اختلافات بسیار بسیار خیلی شدیدی رو هم در بین بعضی از نیروها ایجاد کرده، هیچ دلیلی برای این نیست که ما در واقع اول اینکه امید خودمون رو به یک حرکت جدید دیگری از دست بدیم، دومی که باز به این معنا نیست که در داخل اگر به فرض هر نیرویی به هر شکلی بخواد اعلام حضور بکنه باید مورد تایید قرار بگیره. باید دید که این نیرویی که امروز داره میاد دقیقاً بررسی بشه که آیا یک نیرو واقعاً داره باز بازی های انتخاباتی میکنه، خاک تو چشم مردم میپاشه، به گونه ای با خود این رژیم داره سازماندهی میکنه. من هشدارم اینه که توی این اختلافات خود ما نیروهایی که به اپوزیسیون برانداز معروف هستند به رغم همه اختلافات یک حداقل هوشیاری ها رو باید حفظ بکنیم. ما به این معنا نیست که هر حرکت انحرافی یا کودتاهای خطرناک یا یک جناح به اصطلاح تازه به فرض با ادعای این که میخواد یک تغییر ایجاد بکنه، حالا به نام هر کسی میخواد باشه، به نام مصدق باشه، به نام پادشاه و سلطنت باشه، به هر نامی میخواد بیاد در ایران دست به یک سری اقداماتی بزنه بعد خاک تو چشم مردم بکنه، همین نیروهای خارج کشور با نهایت هوشیاری باید از طریق اتاق فکرهای خودشون مراقب این به هر حال تک و تاهایی که در داخل کشور داره میگذره. آقای بهبانی، من اوضاع رو به این گونه میبینم که فروپاشی جلو میفته از یک حرکت سازمان یافته به هر حال امروز. در پارسال در اوج جنبش زن زندگی آزادی امیدوار بودم که به یک نوعی کشور به سمت یک تفاهمی برود و در اونجا از نیروی مشروط خواه و پادشاهی خواه و جمهوری خواه و ملیگرا و نیروهایی از برابری خواه بتونه یک ائتلافی در عمل شکل بگیره. امروز شرایط به گونه ایه که ما بیشتر فروپاشی به خاطر این دردهای مردم، مشکلات مردم، ایران نارامه، همه جا ایران حرکته و این حرکت ها به هیچ وجه مردم از تکوت ها ننشستند، بازنشستش، کارمندش، کارگرش، پزشکش که به شکل گونه دیگر داره اعتراض میکنه، حمل و نقلیش، رانندش، جوانانش در دانشگاه، زنانش که موفق شدن در پیش برد کارهای به هر حال خودشون، شعارهای زنان، همه جامعه ایران در حال به هر حال جوش و خروشه. درسته که یک قیام اونطوری مثل دوره اوج سن زندگی آزادی به اون شکل سرکوب شده، مردم اون راه را دیگه نمیره چون هزینش رو اونطور رو دیده، ولی در همه جا در واقع به شکل دست جمعی ما میبینیم که یک حرکت وسیع در سطح کشور داره به وجود میاد. اینها باز هم جمع خواهند شد، این حرکت ها جمع میشن و رژیمی که عاجز از پیش برده مسائل زندگی مردم، شیرازه امور گرداندن جامعه به لحاظ اقتصادی، به لحاظ اجتماعی، به لحاظ مراکز تصمیم گیرنده در داخل کشور دچار اختلال عمومی در واقع شده. این اختلال هایی که ما داریم میبینیم در کار مدیریت هست، شیرازه کشور هست و قدرت اینها نمیرسه، اینها اینو مدیریت بحران که هیچ مدیریت حداقلی در واقع در پیشبرد امور کشور وجود نداره. و اینه که به هر حال راه آینده مردم اینه که میگذرن، از این دیوار خواهند پرید و این رژیم به فروپاشی و به سقوط کشیده خواهد شد و با اولین
مقاومتی که ما در بین نیروهای نظامی که به گمان من ما مقاومت ها در نیروهای نظامی پیش روی ماست. ما داریم میبینیم آقای بهوانی اخبار زیادی وجود داره شنوندگان و بینندگان ارجمند که نیروهای نظامی دارن خودشون رو آماده میکنند. من این رو امروز در آغاز سال اشاره دارم بهش که بسیاری از نیروهای نظامی فرسودن، بازنشستگان لشکری و نظامیانی که به سطوح اومدند از این همه فشار و فرماندهانی که در واقع ناراضی هستند، اینطور فکر نکنیم که اینها کنار رفتن، خاموش شدن، نه، اینها به روسیه معترضند، به این جنایتکاران رهبران اصلی خودشون، به این دروغگویان خودشون معترضند. با اولین به هر حال ریزش هایی که در بخش های کشوری و اداری هست، بخش های از نظامیان به میدان خواهند آمد. در دور قبلم صحبتش زیاد بود که اینها معترض بودند، ولی این دور فرق میکنه کیفیتش. اینها دیگه این بودجه رو ندارن که حتی 400 هزار افراد، 380 هزار افراد سپاه و حدود بیش از 500 هزار نفر نیروهای نظامی ارتش و حدود 1 میلیون رو اینها قدرتش رو ندارند که سیر کنن، راضی نگه دارند. و کشور وقتی که به سمت این تلاشی اقتصادی میره، نارضایتی ها در بخش های نظامی هم گسترده تر میشه، تمرد و امتناع از دستور، سرپیچی از دستور هم بیشتر خواهد شد. ما در آغاز سال، آقای بهبانی، سالی پر از تلاطم داریم و به گمان من یک دوره امکان این زیاده که فروپاشی اقتصادی کشور جلوتر از این که یک مرکز فرماندهی برای رهبری جنبش ایجاد بشه، اون فاز، اون فرایند جلوتر باشه. بنابراین تمام کسانی که به کشور فکر میکنن، تمام کسانی که به امر سیاست فکر میکنن، نه به دعوا، در آغاز شما گفتید، تمام کسانی که سیاسی فکر میکنند، دلسوز مردم ایرانند. نه اینکه فحاشی میکنند، نه اینکه فقط تخریب میکنند، نه اینکه فقط دق دل خالی میکنند، نه اینکه فقط حسادت میکنند، نه اینکه فقط میخوام به رقیب یه چیزی بزنن. خب آقای رضا پهلوی نتونسته، شما میتونی، شما برو. مصدقی نتونسته، خب نتونسته، شما برو. هر کسی خودش باید اینه بگه. چپ اگر ضعیفه، زبانش زبان کلمات عجیب غریبه، صحبت های ضد امپریالیستی دوره قبل الان شده لایسیته و سکولاریته و حرف های قلمبه سلمبه که هیچ جای در کت مردم ما نمیره. آقای بهبانی، بخشی از مردم ایران آیان، آگاهان سازمان ها، زبان شما را نمیفهمن. آیان خانوم ها، زبان شما به درد ادبیات نوشتاری چند صفحه‌ای هایتون میخوره. زبانتون زبان مردم ایران نیست. بذارید راحت به شما بگم، بعضی اوقات زبان همین آقای رضا پهلوی خیلی از شما جلوتره، خیلی از شما مردمی تره که شما اینقدر بهش انتقاد میکنید. هستن در بین شما افرادی که به زبان مردم حرف میزنن، عجق پاجاقی حرف نمیزنن، ولی بخش بزرگی از شما روشن فکرانی که در خارج هستید، زبانتون زبان مردم نیست. شما برید مطالبی رو که سندیکای فلان در تهران می نویسه رو بخونید، ببینید 20 خواستش چطور تنظیم شده، خواسته های شما چطور تنظیم شده. از همینجا می فهمید که حرفای شما نمی شینه به جان ملت. به هر حال اگر سیاسی باز سعی بکنیم، فکر بکنیم، قوای دماغی و ذهنی ما رو جمع بکنیم، با هم درگیر نشیم، کار بکنیم که واقعا اگر فلان نشریه‌ای که میلیون ها بیننده داره حرفای میزنه تکراری، به قول شما آقای بهوانی، مثل اینکه آدامس داره میجوه، هر چی میجوه سیر نمیشه، حرفا همش به سهمه. خب اونها فعلا میلیون ها بیننده داره، ما هم چیزی همینه، فعلا سرنوشت دست آقای اصغر رمضانپور هاست، دست آقای مرتضای فلانه، دست آقای، میدونیم که اگه اینها بخواستند برنامه به مردم بدن، حرفای درست حسابی بزنن،
وضعیت بسیار بسیار دیگری داشتیم ما. رهبری به مراتب این رسانه میتونست با میلیون ها بیننده کارهای بزرگی برای کشور بکنه، ولی نمیتونه بکنه، نمیخواد بکنند. از درون اونا تجزیه کشور در میاد، از درون اونا رهنمودهای غلط در میاد، از درون اونا حرفای خالی و بیمضمون در میاد، ضمناً یک بخشی هم حرفای درست حسابی هم گفته میشه. ولی این تلویزیون، این رسانه کار به هر حال این گره پیچیده مشکل مردم ایران رو نمیخواد حل بکنه و نمیتونه حل بکنه. خب دیگران، ماها وضعیت سختی داریم. ما در وضعیت رسانه مردم یا رسانه هایی که کوچکتر هستند، فعلا شاید دوران ما باز هم نرسیده که رادیو آمریکا یا جاهای دیگر با هزاران و صدها هزار بیننده، ولی آیا همینطور خواهد موند؟ آیا این بریتانیا که سالیان طولانی با بی بی سی یک انقلاب ارتجاعی رو در ایران از طریق همون بی بی سی پیش برد، این همینطور خواهد موند؟ به گمان من روزی هم تغییر خواهند کرد اینها. یه روزی هم میان به هر حال به نیروهایی که میخوان چاره اساسی در کشور بیاندیشند مجبور میشن به خاطر منافع خودشون هم که شده راه رو برای اونها فراهم بکنن. به هر حال راه دوران کسانی که حرف درست حسابی دارن، برنامه‌ای دارن، فکری دارن، به زبان مردم با مردم حرف میزنن، دوران اونها خواهد رسید. از الان کوشش بکنیم اون روزها رو که نزدیک به ماست، به غایت نزدیک ماست، چون مردم ایران آمادند برای یک خیز بزرگ. تأکید میکنم مردم ایران بسیار بسیار نزدیکند به یک خیز بزرگ و فروپاشی اقتصادی نزدیک ماست. باید کوشش بکنیم زبان دل ما رو با همدیگه نزدیک کنیم، از اختلافات بگذریم، همدیگر رو یه مقدار ول کنیم، نیروی ما رو متمرکز کنیم، به رژیم برسیم، به این رژیم جنایتکار آگاهگری، دیدن اینکه اینها چه کار دارن میکنن با مردم ما، اینها رو دقیق دنبال کنیم و زبان دل ما رو با هم دیگه نزدیک کنیم. من فکر میکنم آقای بهبهانی، روزهای دشواری در پیش روی ماست، اما ما هنوز خیلی امکانات داریم که با هم دیگر بسیار بیشتر به کمک مردم ما در داخل کشور برسیم. ممنونم آقا، درست فرمودی و واقعا اسباب تعجبه. همون که در مقدمه هم گفتم، متاسفانه به جای اینکه به فکر امروز باشه راه حلی برای نجات مردم ارائه بده، دائما تو گذشته است، خاطراتش رو فقط نشخوار میکنه، چیزی به خودش اضافه نمیکنه. امیدوارم در سال جدید این تغییر صورت بگیره و واقعا بدونیم برای چی میهنمون رو، گذشتمون رو، خاطراتمون رو ترک کردیم و یه زندگی نوعی رو اینجا شروع کردیم. باید بپرسیم برای چی این اتفاق افتاد و چرا فرزندان ما محرومن از اینکه با گذشتهشون مرتبط بشن، با اقوامشون، با خیشانشون ارتباط داشته باشن. ما هممون یه گذشته های شیرین داریم. بالاخره در ایامی خانواده کنارمون بوده، پسرمو، دخترمو، همسایه، دختر دایی، نمیدونم همه. آیا فرزندان ما هم از این موهبت بهره بردن؟ و چرا نه؟ و چه باید بکنیم؟ نهایت سپاس دارم و مثل همیشه در این آغاز سال نو برای خودت، عزیزانت، خانواده محترم و گرانقدر، همسر دانشمندت، از صمیم قلب آرزوی بهترین دارم تا فرصت دیگر و برنامه دیگر و گفتگو دیگر. ممنون از شما. سپاس گذارم. ممنون. بهار دوستان، شنیدیم فرمایشات آقای سلیمی رو. امیدوارم گفتگوها کمکی به ما کرده باشه. اگر این برنامه چون سایر برنامه‌ها مورد توجه شما هست، مهر کنید و سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن. متاسفانه
شرایط مالی بر همگان سخت و سخت‌تر شده است. به همین دلیل حمایت مالی براشون یه قدری مشکل و مشکل‌تر شده. نیاز هستش که شما عزیزان هم پا به میدان بذارید، همت کنید، کمک کنید تا این تلویزیون و این رادیو حفظ بشه. این یه کانال یوتیوب نیست، یه کانالیه در خدمت مردمه. یعنی همین که ما فکر میکنیم در ایران چیکار کنیم که مردم هزینه اینترنتشون کم بشه و بتونن صدای ما رو بشنون و صدای این بزرگان جامعه رو بشنون، این یه هزینه گزاف داره و من به تنهایی قادر نیستم. نیاز دارم که شما هم پا به میدان بگذارید. میبینیم مثلا تلویزیون من و تو اعلام میکنه تا 31 ژانویه اگه نشود میرود. چرا این اتفاق میفته؟ فکر کنیم. ممنونم.